میلیون ها مسلمان در شهرهای غرب چین زیر شدیدترین ظلم و فشار از سوی دولت مرکزی چین قرار دارند و تا کنون ده ها گزارش از سوی سازمان ها و نهادهای های منتشر شده و به موضوع سرکوب این مسلمانان که از نژاد اویغور هستند پرداخته است. حالا اما در ماه مبارک رمضان این مسلمانان مانند دیگر مسلمانان جهان روزه میگیرند و این ماه مبارک را پیش رو دارند اما با این تفاوت که ظلم و ستم دولت مرکزی چین علیه آنان ادامه دارد و آنها حتی در این ماه مبارک از رفتار و سیاست دولت پکن در امان نیستند همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد چینی ها ماه رمضان را با چای می نمند. اما حتی آغاز ماه با چای دولت مرکزی چین را از اعمال فشار علیه مسلمانان ایغور باز نداشته است علمای مسلمان در مناطق مسلمان نشین چین فرصت را غنیمت می شمارند و درهای مساجد را به روی مسلمانان و غیر مسلمانان در طول ماه مبارک رمضان می تا دین اسلام را به آنها بیش از پیش بشناسانند اما تجربه نشان داده که این علما از سوی نیروهای امنیتی دولت چین شناسایی و بازداشت می شوند علما و فعالان دینی در مناطق اویغور نشین قبل از ماه مبارک رمضان در تکاپو هستند و جلسات دینی روزانه مربوط به دروس اسلامی آغاز می کنند که ویژه روزداری و احکام آن و همچنین اخلاق و رفتار روزداران و تشویق مردم به انجام تاعت و عبادات و بهره بردن از ماه مبارک است. اما آنها هم همگی شناسایی و روانه زندان یا تبعیدگاه می شوند. آمار دقیقی از تعداد مسلمانان زندانی در زندانهای چین در دست نیست اما طبق آمار و ارقام منتشر شده در برخی گزارش های نهادها و سازمان های حقوق بشری بیش از یک میلیون مسلمان در چین در زندان به سر میبرند. علی اکبری اخبار شیعه